شکسته شدن یک سد در برزیل با ده‌ها کشته و مفقود. انتصاب الیوت آبرامز به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ونزوئلا. واشنگتن تایمز، 14 انحطاط در ایران. با شکسته شدن سدی در برزیل ده‌ها تن کشته و مفقود شدند. این سد در ایالت میناس گرایس برزیل قرار دارد که با فرو ریختن آن سیلاب نواحی اطراف و شهر برومادینیو را در بر گرفت. بر اساس اطلاعیه دولت برزیل تاکنون 9 تن کشته و 150 تن مفقود شدند. احتمال افزایش قربانیان وجود دارد. Elliot's passion for the rights and liberties of all peoples makes him a perfect fit and a valuable and timely addition. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، الیوت آبرامز دیپلمات سابقه دار را به سمت نماینده ویژه این کشور در امور ونزوئلا منصوب کرد. پومپئو در کنفرانسی خبری در این باره گفت: شور اشتیاقی که الیوت برای دستیابی انسان‌ها به حقوق و آزادی‌های خود دارد، او را به گزینه‌ای مطلوب و ارزشمند تبدیل کرده است که در این موعد خاص به وزارت خارجه ملحق می شود. الیوت آبرامز نیز درباره مأموریت خود گفت: بحران در ونزوئلا بسیار عمیق و دشوار و خطرناک است و من نمی توانم دست روی دست بگذارم و صبر کنم. This crisis in Venezuela is deep and difficult and dangerous and I can't wait to get to work on it. Thank you. واشنگتن تایمز در مقاله‌ای نوشت: در 14 دهه گذشته رژیم ایران یک سقوط شتابان را به لحاظ داخلی و موقعیت جهانی تجربه کرده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران از اواسط دهه 1970 به بیش از 30% کاهش یافته است. قدرت خرید ریال شدیداً سقوط کرده است. آمار نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در 14 دهه از رده 17 دنیا به 27 در جهان رسیده است. فساد و سوء استفاده مالی عظیم به طور ظالمانه‌ای حاکمان رژیم را ثروتمند کرده است. برای بیش از یک سال است که رژیم ایران با تظاهرات مردمی مستمر و بی سابقه‌ای روبروست. وزارت خارجه آمریکا جزئیاتی از اجلاس لهستان که قرار است جنگ افروزی رژیم ایران را بررسی کند منتشر کرد. این اجلاس روز 24 و 25 بهمن ماه جاری در ورشو برگزار می شود. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: ما پاسخهای بسیار مثبتی از شرکا و متحدینمان در سراسر دنیا دریافت کرده ایم که ده ها کشور تمایل و قصد خود را برای شرکت در این مذاکرات سازنده را ابراز کردند. در این اجلاس شرکت کنندگان بحرانهای منطقه‌ای و تأثیرات آنها بر افراد غیر نظامی در خاورمیانه، توسعه و تکثیر موشک، امنیت سایبری و مقابله با افرادگرایی و تامین مالی غیرقانونی را مورد بررسی قرار می‌دهند. رابرت پلادینیو از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا گفت: مایک پومپئو وزیر خارجه روز شنبه به نیویورک سفر خواهد کرد تا در جلسه علنی شورای امنیت در مورد وضعیت در ونزوئلا شرکت کند. در این جلسه مایک پومپئو از حمایت دولت از مردم ونزوئلا تاکید خواهد کرد. وی از اعضای شورای امنیت و جامعه جهانی خواهد خواست تا صلح و امنیت بین المللی را با به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت قانونی ونزوئلا حفظ کنند. وی خواستار حمایت از دولت انتقالی در پیگیری بازگرداندن دموکراسی و حاکمیت قانون خواهد شد. That is why I am here today to break the logjam and provide Congress with a path forward to end the government shutdown. دونالد ترامپ و رهبران دموکرات‌ها در کنگره آمریکا توافق کردند که تعطیلی دولت فدرال به مدت 3 هفته پایان یابد. قرار است کاخ سفید و رهبران دموکرات‌ها در کنگره در این 3 هفته مذاکره بر سر حفاظت از مرزهای آمریکا را ادامه دهند. دونالد ترامپ با وجود توافق با دموکرات‌ها برای پایان تعطیلی موقت دولت بار دیگر تأکید کرد دیوار مرزی مکزیک به هر حال باید ساخته شود.